بمب‌افکن‌های اسرائیلی روز و شب شنبه هم به حملات خود به غزه ادامه دادند. اداره‌های امنیتی و پاسگاه‌های پلیس غزه هدف اصلی این حملات بود. به گفته مقام‌های اسرائیلی به یکی از محل‌های پرتاب راکت در نزدیکی ساحل هم حمله شد. اسرائیل گفته است که شبه نظامیان حماس در روز شنبه بیش از 90 راکت از غزه به سمت اسرائیل شلیک کردند. در روز یکشنبه در نزدیکی ساحل کماندوهای نیروی دریایی اسرائیل با شبه نظامیان حماس درگیر شدند. این اولین رویارویی زمینی دو طرف درگیر از آغاز درگیری‌ها در 5 روز قبل است. سخنگوی ارتش اسرائیل گفته که دولت این کشور با فرستادن برگه‌هایی از ساکنان شهر بیت لحیه در شمال غزه خواسته است که هرچه سریعتر خانه خود را ترک کنند و در مناطق جنوبی پناه بگیرند، چرا که ظهر یکشنبه این شهر هدف حملات ارتش اسرائیل قرار خواهد گرفت. به گفته مقام‌های دولت غزه حدود 160 فلسطینی در حملات اخیر اسرائیل کشته شدند که بنا به تخمین یک نهاد وابسته به سازمان ملل متحد بیش از 3/4 آنها غیر نظامی هستند.